استراتژی هیوندای کار روی خودروهای هیدروژنی در کنار خودروهای برقی است. ما برای خودروهای آینده و کاهش گازهای آلاینده برنامه گسترده‌ای داریم و خودروهای پیل سوختی یکی از مهمترین گام‌های ما خواهد بود. و البته برای استفاده از سوخت هیدروژن در خودروهای پیل سوختی یا استفاده از باتری در خودروهای برقی با توجه به بازارهای مختلف تصمیم خواهیم گرفت. مخصوصاً در خودروهای تجاری نگاه گسترده تری به خودروهای پیل سوختی خواهیم داشت و این موضوع در بازار اروپا پررنگ‌تر خواهد بود. در هر حال چه از خودروهای برقی استفاده کنیم یا از سوخت هیدروژن، به دنبال تولید خودروهای کاملاً پاک در آینده خواهیم بود. ما هدف گذاری کرده ایم که در اروپا از سال 2035 دیگر خودرو با موتور درون‌سوز تولید نکنیم و تمام خودروهای ما در این سال در بازار اروپا از نوع کاملا بدون آلاینده و پاک خواهند بود. خودروی جدید آیونیک 5 از خودروهای برقی مورد نظر ما برای سال جاری در بازار اروپا است. این خودرو کاملا برقی است. پس از آن مدل‌های 6 و 7 این خودرو ساخته خواهند شد. ما هم اکنون در خودروهای برقی مشکل پیمایش کم و مدت زمان بالای شارژ شدن خودرو را داریم که به دنبال حل این مشکلات هستیم. به عنوان مثال در خودروی آیونیک 5 ما از سیستم شارژ سریع استفاده می کنیم که می تواند در مدت 20 دقیقه 80% باتری خودرو را شارژ کند. ما برای خودروهای پیل سوختی در حال طراحی خودروهای جدید برای تمام جهان هستیم. در خودروهای پیل سوختی هیدروژن و اکسیژن در واحد پیل سوختی به الکتریسیته و آب تبدیل می شوند و الکتریسیته در موتور برقی خودروها استفاده می شود و همانطور که می بینید این خودروها کاملا پاک هستند. برنامه بسیار جدی در این زمینه برای خودروهای تجاری داریم و برنامه داریم در سال 2030 میلادی حدود 700 هزار واحد پیل سوختی در سال تولید کنیم.